با حروف الف با اول وزارت آموزش و پرورش. در وزارت آموزش و پرورش چند نکته بسیار مهم وجود داره که این رو ما در دوره انتخابات تأکید کردیم برش. مسئله فرهنگ در کشور مسئله بسیار مهمه. آینده سازان در کشور موضوع بسیار با اهمیت است. وزارت اطلاعات، جناب آقای خطیب هم دانش اطلاعاتی و امنیتی دارند و هم تجربه چندین ساله در وزارت دارند. یعنی این دو جهت علم و دانش کار و تجربه کار هر دوتا در جناب آقای خطیب هست و ما بدنه بسیار انقلابی حزب اللهی در وزارت اطلاعات داریم. تیم اقتصادی دولت برای هماهنگی این تیم معاون اول رو مسئول هماهنگی تیم اقتصادی ما گذاشتیم و همه دوستان هم گفتیم برای اینکه به گومگو نباشه معاون اول مسئول این هماهنگی است. وزارت امور خارجه جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان که شما آشنا هستید. آقای امیر عبداللهیان هم علم و دانش دارد در حوزه خارجی و هم دارای تجربه هستش. تمام مراحل وزارت خارجه را هم گذرونده و فردی خوشنام در رابطه با وزارت خارجه. ما مسئله سیاست خارجی متوازن، توسعه روابط همسایگی، اولویت دادن به اقتصاد در تعاملات خارجی به ویژه با همسایگان، مسئله فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در دستور کار وزارت امور خارجه است. وزارت کشور آقای دکتر وحیدی. آقای دکتر وحیدی خب الان رئیس دانشگاه هستند، وزارتخونه های مختلفی رو مدیریت داشتن و چهره ای هستن که علاوه بر دانش حقیقتاً یک چهره راهبردی است آقای وحیدی. یعنی کسی که در وزارت کشور مطرح میشه به عنوان کسی که میخواد کشور رو تدبیر المدن مسئله مهمی هستش. درست همه وزارت خونه هستن اما وزارت کشوره که اون در واقع نخ تسبیح بخشای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشوره. وزارت نفت آقای مهندس اوجی. خب در درون وزارت نفت بررسی شد چهره های نامدار خوشنامه در وزارت نفت که در علم و دانش مراحل رو گذروندن، یعنی مدرک تحصیلیشون در لیسانس و فوق لیسانس و تحصیلات تکمیلی. از اون طرف پست هایی که احراز کردن در مسئولیت های مختلفی تا معاونت وزیر نفت. من این مجموعه رو مجموعه ساله و کارآمد میدونم اما در اینجا مسئله مهم مسئله نگاه نمایندگان ملت هست. 150 دقیقه وقت دارن.